راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، گل و زنجیر و رها کن آدمی آهدمه. خوش به حال توی دل پاک، خوش به حال توی فروتن، اومدیم دنیا از این خاک، برمیگردیم به همین خاک. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه. دوستان عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشین. خوشحالم که برنامه 16 از مجموعه موعظه بالای کوه رو خدمتون تقدیم میکنم. موعظه بالای کوه در فصلهای 5، 6 و 7 انجیل متی اومده که ما تا اینجا فصلهای 5 و 6 و بخش اول فصل 7 تا آیه 12 رو بررسی کردیم. امروز به وارد آخرین بخش از موعظه بالای کوه میشیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم بخش هشدار هاست. مسیح قبل از اینکه نتیجه گیری بکنه هشدارهایی میده. قبل از اینکه موعظه بالای کوه رو به نتیجه برسونه و بگه که نتیجه این صحبت ها فرمایشات چیه، هشدارهایی میده. من اسم این قسمت رو گذاشتم در تنگ و راه دشوار، که در انجیل متی فصل 7 آیات 13 تا 23 هست. من این آیات رو به 3 قسمت تقسیم کردم. یکیش اعلام دشوار بودن راه، آیات 13 و 14. دیگری قسمت بعدی معرفی کسانی که راه دشوار رو ساده می کنن، آیات 15 تا 20، و بعد معرفی ایمانی که در عمل دیده می شود. من اینها رو بخش بخش الان خدمتون قرائت می کنم و دوستان هم روی صفحه تلویزیون آیات رو میارم و من خدمتون میگم کدوم بخش اوله. بخش اول آیات 13 و 14 هست. از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می شود و داخل شوندگان به آن بسیارند. اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کمند. بخش دوم آیات 15 تا 20. از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس گوسفندان نزد شما می آیند اما در باطن گرگان درنده اند. آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوته خار و انجیر را از علف هرز می چینند؟ به همین سان هر درخت نیکو میوه نیکو می دهد اما درخت بد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد بدهد و درخت بد نیز نمی تواند میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه خوب ندهد بریده و در آتش افکنده می شود. بنابراین آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت.
بخش سوم یعنی معرفی ایمانی که در عمل دیده میشه، آیات 21 تا 23. نه هر که مرا سرورم سرورم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ اما به آنها به صراحت خواهم گفت هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. ما در برنامه امروز به قسمت اول و دوم خواهیم پرداخت، یعنی اعلام دشوار بودن راه و معرفی کسانی که راه دشوار رو ساده می کنند، یعنی از آیه 13 تا 20 رو امروز بررسی می کنیم و بخش سوم یعنی آیات 21 تا 23 و همینطور نتیجه گیری رو در برنامه بعدی که آخرین برنامه این مجموعه هست خدمتتون ارائه خواهم داد. یه بار دیگه بخش اول رو که آیات 13 و 14 از فصل هفتمه خدمتتون قرائت میکنم. از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می شود و داخل شوندگان به آن بسیارند. اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کمند. ما از همون اول، برنامه اول که در خدمتتون بودم، عرض کردم که راه مسیح وارونه راه این دنیاست. راهی است دشوار، در اون هم تنگه، اما راه دنیا آسونه. قدرت نمایی، جاه طلبی، لذت جویی، دروغ و تقلب برای پیشرفت کار، تلافی و انتقام، زورگویی و جلو بردن حرف خود، حسادت، دشمنی، اینها متاسفانه جزء سرشت ماست. یعنی وقتی ما حسادت میکنیم مطابق سرشتمون، مطابق فطرتمون عمل میکنیم. وقتی تلافی میخواییم بکنیم این یک کار بسیار طبیعیه، ما مطابق ذاتمون عمل میکنیم، مطابق سرشتمون عمل میکنیم. یا بندگان این هم بسیارند، خیلی ها هستن، اکثر مردم دنیا به همین راه میرن، راه این دنیاست. اما راهی که ما در موعظه بالای کوه معرفی کردیم و یعنی مسیح معرفی فرمودن، راه سختیه. به قول معروف گاو نر میخواهد و مرد کهن. راه مسیح راه صلیبه. در انجیل لوقا فصل نهم مسیح این مطلب رو آشکارا بیان میکنه. عیسی مسیح هیچ وقت راه خودش رو آسون و ساده معرفی نکرد. او هیچ کس رو فریب نداد که پیروان بیشتری پیدا بکنه. برای ایشون مهم نبود که تعداد پیروانش 10 نفرن یا 10 میلیون نفر. برای ایشون یک ده آباد به از 100 شهر ویران بود. آیا ما هم همینطوری؟ در انجیل لوقا فصل 9 آیه 23 مسیح فرمود اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کرده هر روز صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. باید خود را انکار کرده هر روز صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. انکار کردن یعنی چی؟ یعنی زمانی که کسی به ما اهانتی میکنه، ما به جای اینکه مقابله به مثل و تلافی کنیم، این خواسته طبیعی خودمون رو انکار کنیم، کنترل کنیم، مهار کنیم و مطابق موعظه بالای کوه
نه فقط بذاریم این ور صورتمون رو سیلی بزنن، اون ور رو هم برگردونیم. صلیب نماد خفت و تحقیر و مرگه. آیا ما در راه مسیح حاضریم متحمل خفت و خاری و مرگ بشیم؟ ما گاهی اوقات فکر میکنیم خفت و خاری و مرگ فقط زمانی رخ میده که ما در انجیل مسیح رو تبلیغ میکنیم یا بشارت میدیم و دیگران مخالفین به ما آزار میرسونن، اما این درسته، اما فقط این نیست. مسئله اینه که ما با نفس خودمون هم سر و کار داریم. صلیب در واقع نفس ما هم هست. ما باید وقتی که از حق خودمون میگذریم ممکنه مردم ما رو تحقیر کنن. آیا حاضرین صلیب تحقیر رو بردوش بگیریم؟ راه مسیح راه انکار نفسه. آیا ما برای خودمون زندگی میکنیم یا برای خدا و دیگران؟ راه مسیح همینه که عرض کردم. راه مسیح یعنی زندگی کردن برای خدا و برای دیگران، نه برای خیشتن. بله دوستان عزیز، راه مسیح راه بسیار سختیه، در تنگ و راه دشوار، راه انکار نفس، راه صلیب. ما آیا این راه رو انتخاب میکنیم؟ دلم میخواد عزیزان این رو خدمتون با تاکید عرض بکنم که مسیح هیچ وقت برای اینکه پیرو بیشتری پیدا کنه راه خودش رو آسون نمیکرد. اون از اول فرمود که راهش سخته، در تنگ، راه دشواره، یابندگان آن هم کمند. ایشون از اول فرمودن. شما فکر کنید مثلا توی برنامه تلویزیونی نگاه میکنید، یه نفر میاد مثلا برفرض یه نوشابه‌ای رو تبلیغ بکنه. معمولا وقتی تبلیغ میکنن نوشابه ها رو میگن گواراترین نوشابه، نشاط انگیزترین نوشابه، ارزانترین، بخورید شاد بشید. یا مثلا نشون میدن یه نفر داره این نوشابه رو میخوره و دیگه سرمست و سرخوش میشه. اما بیایید مثلا فکر کنیم که یه نفر نوشابه ساخته، میاد میگه آقا این نوشابه بسیار گرونه، شما پولشو نداری، در ضمن یه مقدار تلخم هست، خوشتون نخواهد اومد، ولی اگر بخورید مثلا 10 سال دیگه سلامتیتون تضمین شده است. تبلیغ عجیبیه. مسیح هم همین کارو کرد. مسیح نگفت بیایید من شما رو شاد میکنم، شفا میدم، زندگی راحت میدم، برکت مادی میدم، هر چی دعا کنید بهتون میدم. ایشون گفت نخیر، راه دشواره. قسمتی از انجیل لوقا رو باز خدمتتون میخونم، از فصل 14 آیات 25 تا 33. انجیل لوقا فصل 14 آیات 25 تا 33. مسیح فرمودند هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند و برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. امیدوارم روشن باشه. و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی من نیاید، شاگرد من نتواند بود. حالا اینجا رو توجه کنید، مسیح ما رو تشویق میکنه که قبل از اینکه راه رو انتخاب کنیم، پیروی از مسیح رو انتخاب کنیم، خوب فکر کنیم. کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا در ماند، هر که بیند استهزا کرده گوید این شخص ساختن بنایی را آغاز کرد اما از تکمیل آن در مانده است.
و یا کدام پادشاه است که راهی جنگ با پادشاهی دیگر شود بیان که نخست بنشیند و بیندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویاروی کسی برود که با 20,000 سرباز به جنگ او میآید و اگر بیند که او را توان رویارویی نیست آنگاه تا سپاه دشمن دور است سخنگویی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود به همین سان هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایی خود دست نشوید شاگرد من نتواند بود در واقع مسیح به کسانی که میخوان او رو پیروی کنن میگه یه دقیقه صبر کنید یه دقیقه بشینید راه سخته ها هزینه‌اش زیاده نه فقط از جون خودت باید بگذری بلکه باید پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، اولاد همه اینها رو حاضر باشی ترک کنی اموالتون رو هم ترک کنی آیا حاضری؟ و مسیح فرمود یابندگان آن کمند عزیزان اینو میخوام خوب توجه داشته باشین اگر روزی دیدید که تعداد ایمانداران داره به طور نامتناسبی زیاد میشه بدونید که یک جای کار اشکال داره بدونید که پیام مسیح به درستی بیان نشده مردم تفهیم نشدن که راه سخته راه آسونی رو بهشون نشون دادن انجیل کامل رو بهشون نشون ندادن برای همین همه رو میارن به مسیحیت این خطرناکه مسیح خودش فرمود یا بندگان آن کمند ما کدوم راه رو انتخاب میکنیم عزیزان ببینید مسئله این نیستش که ما مسیحی میشیم تا در این دنیا شادی، آرامش، شفا، برکات مادی، جواب تضمینی دعا دریافت کنیم ما مسیحی میشیم به یک علت به یه علت اصلی و اون حیات جاودانیه راه هدف از ایمان آوردن به مسیح حیات جاودانیه مسئله سر حیات جاودانی یا هلاکت ابدیه ما باید یکی از این دوتا رو انتخاب کنیم توی این دنیا حتی برای این باید حاضر باشیم قیمتش هم بپردازیم ببین عزیزان امیدوارم خوب منظور بنده روشن باشه مسئله ایمان آوردن به مسیح مسئله مرگ و زندگی ابدی مونه هدف از ایمان به مسیح حیات جاودانیه هدف از انکار نفس رسیدن به حیات جاودانیه هدف از تحمل سختی ها و این راه سخت رسیدن به حیات جاودانیه مسئله ابدیت ماست روز داوری هست ما با این روز داوری چیکار میخوایم بکنیم یکی از معروفترین آیه های انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 که میفرماید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا چی؟ هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد نمیگه تا هر که به او ایمان آورد در این دنیا شاد شود آرامش یابد اصلا ممکنه ما آرامشمون رو از دست بدیم ممکنه ما رو از خونه بیرون بندازن ممکنه خیلی سختی ها داشته باشیم میگه تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود ببینید مسئله فرار از غضب خداست در این زمینه بیشتر صحبت خواهم کرد بعداً مسئله اینه که غضب خدا در راهه یحیی وقتی که موعظه‌شو شروع کرد گفت تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد که مسیح هم در این قسمت همین نکته رو تکرار فرمودن عزیزان ما برای چی مسیحی شدیم؟ آیا برای برکات دنیوی؟ یا برای اینکه از هلاکت جاودانی فرار کنیم و حیات جاودانی پیدا کنیم؟ ما باید بین هلاکت ابدی و حیات جاودانی یکی رو انتخاب کنیم عزیزان راه سخت در تنگ و یابندگان آن کمند چی شده؟ باز چی ناراحتی؟ چی بگم بابا؟ یه گناه خیلی بزرگ کردم خودم هم توش موندم ای بابا مسئله نیست که تو الان توبه بکن به عیسی مسیح ایمان بیار
همه گناهای گذشتت، آیندت، همش پاکه بابا. بی خیال، خودم قاطی هستم، خوشم بیام مسیحی هم بشم، دست از سرمون برداره. باور کن این حقیقت دارم، یعنی کتاب مقدس همینو دقیقا نوشته. کتاب مقدس میگه اگه با زبون خودت که بگی که عیسی مسیح خداونده، عیسی مسیح تنها راه نجات، همه گناهات گذشته و آینده همش پاک 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 میشه. یعنی چی گناه گذشته آینده؟ یعنی همین که الان مثلا تو احساس تقصیر داری، همه گناهی که کردی همش پاک پاک میشه. حتی این گناهی که من کردم، همین گناهی که الان احساس گناه داری میکنی، همین. حالا جریان اینجوریه، الان اگه من و تو بگیم که با زبون خودمون عیسی مسیح خداونده، یگانه پسر خداست، تموم شد و رفت. حله یعنی. همه گناهات گذشته و آینده پاک 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 تموم شد. یعنی گناه آینده رو میبخشه؟ بله، دقیقا همینه. یعنی دیگه هیچ گناهی به اسمت نوشته نمیشه داداش. هیچی، خیالت راحت راحت تخت. خب، حالا باید چیکار کنم؟ فقط به زبون خودت بگو. بگو عیسی مسیح خداونده. تموم شد و رفت. تمام. به همین راحتی، فهم کنی چیه؟ خیلی خوب، من میخوام این کار انجام بدم. من میخوام با زبون خودم بگم. بگو فقط عیسی مسیح خداونده. عیسی مسیح خداونده. عیسی مسیح خداونده. عیسی مسیح خداونده. داد بزن، عیسی مسیح خداونده. عیسی مسیح خداونده. آها. خیلی خوب، خیلی خوب. بابا به زبون خودم میگم عیسی مسیح خداونده. تموم شد. تموم شد؟ آره، تموم شد. یعنی همه گناهام بخشیده شد؟ همش. گذشته، آینده، همه. ایول. وای آخ جون. راحت شدم. بابای میخواستن گناهان منو بنویسن، اندازه یه دفتر 100 برگ میشد. ببین اگه 1000 برگم که بود تموم شد، بخشیده شد. خیالت تخت باشه بهت گفتم. الان سفید سفیدی، مثل یه بچه که تازه به دنیا اومده. آخ جون، با خیال راحت پسر میتونم دیگه الان برم گناه کنم. خدا میبخشه دیگه. با زبون خودم هم اعتراف کردم عیسی مسیح خداونده. بای بای. عرض کردم که راه مسیح راه سختیه، ورود به اون هم سخته، درش تنگه و یابندگان آن کمند. در بخش بعدی این قسمت آخر موعظه بالای کوه، مسیح در مورد پیامبران دروغین هشدار میده. آیات 15 تا 20 میفرماید: از پیامبران دروغین برحذر باشید. آنان در لباس گوسفندان نزد شما می آیند، اما در باطن گرگان درنده اند. آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوته خار و انجیر را از علف هرز می چینند؟ به همین سان هر درخت نیکو میوه نیکو می دهد، اما درخت بد میوه بد. درخت نیکو نمیتواند میوه بد بدهد و درخت بد نیز نمیتواند میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه خوب ندهد بریده و در آتش افکنده میشود. بنابراین آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت. پیامبران دروغین کیا هستند؟ منظور چه کسانی است؟ پیامبران دروغین پیام دروغ می آوردن. پیامبران دروغین پیام مسیح رو عوض می کردن. یعنی راهی غیر از صلیب ارائه می دادن. راه رو آسون می کردن. می گفتن لازم نیست شما صلیب بر دوش بگیرید. در ضمن راه رستگاری یا راه نجات رو هم چیزی غیر از کفاره مسیح بر روی صلیب اعلام می‌کردند. راه مسیح رو آسون جلوه می‌دادند. مسیحیت رو راهی برای کسب ثروت و شهرت می‌کردند. پیامبران دروغین چیزی درباره داوری و مکافات نمی‌گفتند. در زمان ارمیای نبی و کلاً همه انبیای عهد عتیق در مقابل اونها
انبیای دروغین هم بودن. مثلا بارزترین نمونش ارمیای نبیه که میگفت ای مردم یهودا، ای مردم اورشلیم، توبه کنید، مطیع خدا بشید و تسلیم پادشاه بابل بشید و الا هلاک خواهید شد. ارمیا تنها نبی بود که این پیام رو میداد، اما در مقابل او انبیای دروغین بسیاری بودند که با ارمیا مخالفت میکردند و میگفتند که نخه، شهر در امن و امان است، از اونجایی که معبد بزرگ اورشلیم در این شهر، خدا ما رو محفوظ خواهد داشت، محال خدا بذاره معبد اورشلیم ویران بشه، تا زمانی که معبد اورشلیم در این شهر هست ما محفوظیم. ولی ارمیا با گریه میگفت توبه کنید و الا همه هلاک خواهید شد. و وقتی این اتفاق افتاد دیگه دیر شده بود، معبد ویران شد و بزرگان یهودا و اورشلیم به اسارت رفتن و ارمیا رو هم به زور بردن به مصر مخالفینش. در زمان رسولان مسیح هم پیامبران دروغین بودند. رسالات پولس تقریبا میتونم بگم اکثرشون، اگر نگم همشون، بیانگر این هستن که در اون زمان، در زمان خود رسولان مسیح که پیام درست رو به مردم میدادن، پیامبران دروغین بودن که راه دیگه‌ای برای نجات و رستگاری ارائه میدادن. مثلا مطابق رساله اول قرنتیان، گویا افرادی بودند که اشاره‌ای به مصلوب شدن عیسی نمی‌کردند، چون می‌گفتند زشته، چون که مصلوب شدن عیسی، رفتن عیسی روی صلیب یک ننگی بود. در اون روزگار هر کسی رو مصلوب نمی‌کردند و مصلوب شدن یک عمل بسیار ننگین و رسواکننده‌ای بود. حرفی از صلیب نمی‌زدند، بلکه با حکمت و فلسفه میخواستن پیام مسیح رو بدن و یک شناخت و معرفت جدیدی رو ارائه میکردن و میگفتن راه نجات اینه. ولی پولس میگه وقتی من نزد شما آمدم، این فصل دوم فکر کنم آیه 2 یا 3 است، نمیخواستم چیز دیگری بدانم در میان شما جز عیسی و او را نیز مصلوب. پیامبران دروغین صلیب مسیح رو انکار میکردن. در جای دیگه، مثلا در فیلیپیان فصل سوم، پولس به انبیای دروغینی اشاره میکنه که اجرای شریعت موسی رو جایگزین ایمان آوردن به قربانی و کفاره و صلیب عیسی مسیح کرده بودند و میگفتن برای نجات کافیه که شما شریعت موسی رو انجام بدید، به عیسی هم ایمان بیارید که مسیح موعود بود و این راه نجات شماست. و پولس میگه اینها خداشون شکمشونه، اینها کسانی هستن که موعظه به انجیل رو راهی کردن، راهی تبدیل به راهی کردن برای کسب ثروت و شهرت. حالا ببینیم در روزگار ما آیا پیامبران دروغین هستن؟ متاسفانه باید بگم بله. کسانی هستند که انجیل رو موعظه میکنن و دائما دم از محبت خدا میزنن بدون اینکه به روز داوری و غضب خدا اشاره کنن. این افراد انجیل کامل رو موعظه نمیکنن. من نمیگم که در کلام خدا، در انجیل، خدا خدای محبت نیست. خدا خدای محبته، اما این یک بخش از پیام انجیله. بخش دیگه از پیام انجیل که بسیار مهمه اینه که اگر ایمان نیارید، غضب خدا بر شما نازل خواهد شد. داوری هست. واعظینی هستند که متاسفانه هیچ وقت راجع به داوری و غضب خدا صحبت نمی کنن. خدایی رو معرفی می کنن که همیشه می بخشه، هر کس هر کاری کرد می بخشه، همه رو قبول میکنه، بالاخره همه یه جوری نجات پیدا میکنن. من اینطوری نمیفهمم انجیل رو. اگر ایمان نیاریم و ایمانمون خودش رو در عمل نشون نده، هلاک خواهیم شد. یعنی ما ایماندار واقعی نیستیم، جز برگزیدگان نیستیم.
ما باید نشون بدیم با عملمون که ایمانمون اصیل و جز برگزیدگان خدا هستیم. یه خاطره خیلی جالب و تکون دهنده رو براتون تعریف کنم. یه روز در یک کلاسی داشتم الهیات تدریس می‌کردم و دانشجویانی بودن و راجب همین مسئله نجات یافتن و این نوع مسائل بود. راجب بشارت دادن بود، راه‌های بشارت دادن. یکی از دانشجوها گفتش که من در رفته بودم جایی و بشارت می‌دادم. یه آقایی بود، یه آقای دکتر پزشک بود، مرد بسیار محترم، خیلی مرد فرهیخته بود و من هی بهش گفتم که تو به مسیح ایمان بیار که شادی پیدا کنی. دکتر گفت خب من شادی دارم، من خوشحالم، من ناراضی نیستم. گفتم آرامش پیدا کن. گفت خب من آرامش دارم، من چیزی کم ندارم. گفت برکت پیدا میکنی؟ گفت من برکت دارم. بعد این دانشجو از من پرسید بعد آرمان پس من چه پیامی به این شخص میبستی میدادم؟ من بهش نگاه کردم گفتم بهش گفتی که اگر با خدا مصالحه نکنه به جهنم میره؟ تعجب میکنید اگه بگم که این دانشجو حیرت زده به من نگاه کرد و گفت نه من اصلا نمیدونستم که باید همچین چیزی بگم. گفتم مگه تو نمیدونستی که اگر ایمان نیاریم هلاک میشیم؟ گفت آره، ولی به من چه تعلیم نداده بودن که موقع بشارت دادن باید راجع به غضب خدا هم صحبت کنم. ببینید فاجعه است. و این دانشجو یه دانشجو معمولی نبود، این یکی از فرزندان یکی از بزرگان کلیسا بود و نمیدونست که در بشارت دادن باید بگه آقا اگه ایمان نیاری هلاک میشی، اگه با خدا مصالحه نکنی میری به جهنم. مسئله این نیست که تو کارات خوبه، اعمال نیک میکنی یا نمیکنی، مسئله اینه که ما باید به مسیح ایمان بیاریم تا هلاک نشیم. خب پس این پیام کجا میره؟ پیامبران دروغین انجیل کامل رو نمیگن، بخشی از انجیل رو میگن. این افراد کسانی هستند که متاسفانه به مردم وعده هایی میدن که خدا نداده. این افراد برکت مادی رو موعظه میکنن. این افراد تمرکزشون رو برکت و شادی و آرامشه. من نمیگم اینها نیست، ولی قبلا هم گفتم زندگی مسیحی مخلوطی آمیزه ای از شادی و غمه، از پیروزی و شکسته، از بیماری و شفاست. این مسئله است که من امیدوارم یه موقعی فرصت بشه که به تفصیل راجبش صحبت کنم، چون تو این برنامه نمی گنجه. پیامبران دروغین اونهایی هستن که به مردم اطمینان میدن که اگر ایمان داشته باشی همه دعاهات جواب داده میشه. من یادم قدیم تو ایران دوره‌ای که من جوان بودم مؤسساتی بود مینوشتن کنکور تضمینی، یعنی اگر تو این کلاس‌ها شرکت کنید تضمینه که شما در کنکور قبول میشید. این پیامبران دروغین انجیل هم میگن که اگر ایمان داشته باشی هر چی که بخوای خدا بهت میده، هر مشکلی که داشته باشی حل میشه، هر بیماری که داشته باشی شفا پیدا میکنه، زندگیت راحت، شاد، آروم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این تبلیغاتی که حالا بیشتر تو غرب نشون میدن، نمیدونم شما تو ایران اینها رو میبینید یا نه، که یک ساحل دریای لاجوردی، شنوماسه سفید، شما ته دریا را میتونید ببینید، یه میز گذاشتن با یک سایبان سفید و یک نوشابه خنک، شما با مایو نشستید و دریا منتظره که شما برین و شنا کنید. یه همچین تصویری از زندگی نشون میدن، از زندگی مسیحی. پیامبران دروغین اونهایی هستن که مرتب دم از این میزنن که هزاران هزار نفر در اثر موعظه هاشون ایمان آوردن.
پیامبران دروغین اونهایی هستن که وعده میدن یک ملت به طور کامل مسیحی خواهد شد یک روز و فراموش میکنن که اگر چنین بکنن، یعنی در واقع خلاف فرمایش مسیح عمل کردن که گفت یابندگان آن کمند. اینها مرتب ارقام و آمار ارائه میدن از فعالیتاشون که چند نفر ایمان آوردن. خلاصه عنوانی که به طور خلاصه میتونم برای پیام اینها به کار ببرم اون چیزیست که متفکرین واقعی و اصیل انجیل در آمریکا اسمشو گذاشتن انجیل تندرستی و ثروت. این یک بدعته، متاسفانه در قرن بیستم به وجود اومده در آمریکا و متاسفانه بین مسیحیان ایرانی هم رواج گسترده‌ای داره. انجیل تندرستی و ثروت، یعنی اگر مسیحی بشی همیشه سالمی و ثروتمند هم میشی. در این زمینه من مقالاتی نوشتم، حالا شاید یه موقعی فرصت بشه که اینها رو در اختیار در اینترنت ها قرار بدم. اینها در واقع شرط پیروزی رو ایمان ما میدونن، یعنی به شرط ایمان همه چیز دریافت میکنی، ولی اراده خدا رو فراموش میکنن. اما عزیزان، ما چقدر جالب تو همین موعظه بالای کوه در فصل ششم در دعای ربانی دیدیم که میگه ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، یعنی تو فرمان روایی بکن و اراده تو چنان که در آسمان انجام میشود بر زمین نیز انجام شود. ولی این انجیل تندرستی و ثروت میگه اراده من چنان که بر زمین است در آسمان نیز انجام شود. یعنی خدا مثل علایدین و چراغ جادوه، ما دست میزنیم به این چراغ و خدا، البته استغفر الله، خدا من رو ببخشه، خدا ظاهر میشه و میگه قربان چه امری دارید من براتون انجام بدم. ما میگیم من بچم مریض، دندونش کرم خورده، لطفاً شفاش بدید هرچی زودتر. خب این به یک بدعته. نحوه شناخت این پیامبران دروغی، ثمره زندگیشون رو ببینیم. مسیح فرمود از میوه‌هایشان ایشان را خواهید شناخت. این افراد پول دارن، این واعظین پول دارن، مشهورم هستن. اگه برید زندگیاشون رو در مورد زندگیشون تحقیق بکنید، خونه های بسیار مجلل دارن، حتما هم هواپیمای شخصی دارن و معمولا در زندگیشون رسوایی هست، یا رسوایی مالی یا رسوایی های جنسی. این افراد درداشنا نیستن. وقتی که شما در ایران هستید و من میدونم که چقدر مشکلات دارید، پیام اینها رو میشنوید، احتمال داره به ایمان خودتون شک کنید، فکر کنید که مسیحیت اینه که اینها میگن و شما چون ایمان ندارید در مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا خانوادگی هستید. نه عزیزان، مسیحیت راه صلیبه. جای افتخار داره که در کنار این واعظین یا پیامبران دروغین انجیل، ما یک واعظ برجسته داشتیم در قرن بیستم که هنوز هم فکر میکنم زنده باشن، آقای دکتر بیلی گراهام هستن در آمریکا و ایشون واقعا باعث افتخار مسیحیت هستن. ایشون پیام درست انجیل رو موعظه میکردن و هیچ وقت ثروتمند نشدن. وقتی که ایشون در اواسط قرن بیستم خدمتشون رو شروع کردن و گسترش دادن، فوراً مؤسسه‌ای درست کردن و هیئت مدیره‌ای رو تعیین کردن و گفتن من با پول کاری ندارم، شما اگر هدایا جمع‌آوری می‌کنید یک حسابدار و توی بانک این پولا رو نگه دارید، به من ماهی مثلا 2000 دلار حقوق بدید، من نمی‌خوام با پول سر و کار داشته باشم. و خبرنگارایی که به قول معروف زبل هستن و میرن مو رو از ماست میکشن، هیچ وقت نتونستن رسوایی مالی در ایشون پیدا کنن.
رسوایی جنسی هم هیچ وقت در ایشون پیدا نشد. ایشون گفتن من یک آدم ضعیف هستم، در مرز وسوسه قرار میگیرم، برای همین من هیچ وقت با یک خانوم در یک اتاق تنهایی مشورت یا تعلیم مشورت نمیدم، تعلیم هم نمیدم، باید حتما یه نفر باشه یا در رو باز میذارم که همه بتونن ببینن. خدا رو برای وجود این افراد شکر میکنیم. یا شخص مقدس دیگه‌ای که ما در قرن بیستم داشتیم، پاپ ژان پل دوم بودن که خب باعث افتخار بودن، ایشون زندگی مقدسی داشتن و باعث احترام، برانگیخته شدن احترام همگان بودن. حالا ما کدوم راه رو انتخاب میکنیم؟ راه آسون رو، راه برکات مادی رو، راه رفاه رو، راه این دنیا رو، یا راه سخت رو، راهی که درش هم تنگه؟ دعا میکنم که پیام راستین انجیل، پیام کامل که شامل حیات جاودانی و هلاکت ابدیه، به گوش همگان برسه و ما راه درست رو انتخاب کنیم. وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده و از شما دعوت میکنم که به سومین بخش این هشدارها، یعنی آیات 21 تا 23 و همینطور به نتیجه گیری موعظه بالای کوه در برنامه آینده که آخرین بخش این مجموعه از برنامه هاست توجه بکنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه، آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، گل و زنجیر و رها کن آدمی آدمه. خوش به حال توی دل پاک، خوش به حال توی فروتن، اومدیم دنیا از این خاک، برمیگردیم به همین خاک. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه، آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه.